ولی این ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود که گریبان بعضی از ماها رو گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم، برامون ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات، اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجور شدیم، این سرریز می شود به مردم، میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی هست در خیلی از انسانها. وقتی ما خودمون رو رها کردیم، ول کردیم، دچار شدیم، این سرریز میشه به مردم، در مردم هم این پیدا میشه. ما امروز متاسفانه دچار اسراف مصرف زدگی هستیم. من بارها اینو عرض کردم، بازم عرض میکنم، این خطر است در راه ما. مصرف زدگی رو باید کم کنیم، حرص به متاع و کالای دنیا رو باید کم کنیم. تا یک شایعه‌ای درست می‌شود که فلان چیز کمه، مردم هجوم میارن برای اینکه بیشتر اون رو جمع کنن که نبادا دچار کمبود بشن، در حالی که اون شی جزو چیزای لازم زندگی هم ممکنه نباشه. خب همین هجوم مردم اگر کمم نیست، اون رو کم میکنه این جنس را. اینو بهش توجه نمی‌کنیم. این یکی از ضعف‌های ماست. ما این ضعف رو باید برطرف کنیم. یکی دیگه از ضعف‌های ما این است که ما به موازات علم، به موازات پیشرفت‌های علمی، پیشرفت اخلاقی و تزکیه اخلاقی و نفسی پیدا نکردیم. این عقب ماندگی است. البته امروز در مقایسه با قبل انقلاب به مراتب و مراتب بهتر است، در این هیچ شکی نیست، اما باید پیشرفت می‌کردیم. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، باید در معنویت، در تزکیه نفس باید پیشرفت می‌کردیم. در قرآن هر جا تزکیه و تعلیم از زبان پروردگار است، تزکیه مقدم است بر تعلیم، اونم تعلیم کتاب و حکمت. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه مقدم است، مقدم ذکر شده است. فقط یک جا از زبان حضرت ابراهیم تعلیم مقدم است، از زبان پیغمبر است. هر جا از زبان خدای متعال تزکیه مقدم است بر تعلیم. ما اینو غفلت کردیم. در عدالت اجتماعی هنوز به نقطه مورد نظر اسلام که آرزوی خود ما بوده است نرسیدیم. اینم از نقطه ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها رو بایستی جبران بکنیم. اینها ضعف‌هایی است که نمی‌شود از اینها گذشت. هم مسئولین، هم آحاد مردم باید احساس کنن وظیفه دارن این ضعف‌ها رو برطرف کنن. انشاءالله باید از خدای متعال کمک بخواهیم و این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. و البته می‌شود برطرف کرد، اینها برطرف کردنی است بدون تردید. خب کارهایی که باید به نظر من انجام بگیرد برای اینکه این ضعف‌ها برطرف بشه، در درجه اول این نگاه به آینده است. در درجه اول مسئولیت پذیری ما هاست. هممون باید احساس مسئولیت کنیم، به خصوص مسئولین کشور، خدمتگزاران مردم باید احساس مسئولیت کنند. تقصیرها رو گردن هم نیندازیم. اینجور نباشد که اگر یه نقصی جا پیدا شد، مجلس بگه تقصیر دولته، دولت بگه تقصیر مجلسه، اون یکی بگه تقصیر قوه قضاییه است. نه، حدود مشخصه. قانون اساسی خطوط رو مشخص کرده است، وظایف همه معلومه.
رهبری مسئولیت دارد، دولت مسئولیت دارد، مجلس مسئولیت دارد، قوه قضاییه مسئولیت دارد، نیروهای نظامی مسئولیت دارند، دستگاه‌های اجرایی هر کدام مسئولیت‌هایی دارند. به گردن هم نندازیم. اشکالی به وجود میاد، متوجه رهبری است، رهبری متواضعانه قبول بکنه که این اشکال متوجه توست و سعی کنه برطرف کنه. این یکی از اساسی ترین کارهاست. کار اصلی دیگر این است که از ارزش‌های اصولی نباید غافل شد، سرگرم مسائل فرعی و فروع نشیم، از اصول غافل بمانیم. این هم شرح مفصلی داره. حفظ اتحاد و همدلی یکی دیگه از وظایف ماست. بارها عرض کردیم اتحاد و همدلی بین مسئولین با یکدیگر، سه قوه و دیگران باید با هم همدل باشن، همگام باشن، همدست باشن. ولو یه جاهای اختلاف نظرهایی دارن، اشکالی هم نداره اختلاف نظر، اما بایستی در جهتگیری های نظام و کشور و انقلاب پشت به پشت یک دیگر بدن، دست یک دیگر رو محکم بفشارن و پیش برن، هم اینها، هم مردم با هم، هم مردم با مسئولین. این اتحاد و همدلی علاج قطعی بسیاری از مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. یکی از کارهای اصلی که باید انجام بدیم، همه باید بهش توجه داشته باشیم، این است که فریب لبخند دشمن و وعده‌های دروغ جبهه دشمن رو نخوریم. تجربه هم پیدا کردیم در این 30 سال. گاهی به روی ما لبخند زدن. اوائل گاهی بعضیمون باور می‌کردیم. یواش یواش فهمیدیم پشت صحنه چیست. فریب نخوریم، فریب لبخند دشمن را، فریب وعده‌های دروغ دشمن را. راحت عهد میشکنه جبهه قدرت مادی که امروز بر دنیا مسلطه، راحت بدون هیچ دغدغه عهد شکنی میکنن، زیر قولشون میزنن، زیر حرفشون میزنن، نه از خدا خجالت میکشن، نه از خلق خجالت میکشن، نه از طرف مذاکره خجالت میکشن، راحت دروغ میگن. من نمونه های زنده دارم که حالا جای بحثش نیست در اینجا، شاید اون وقتی که لازم باشه عرض بکنم. همین اظهاراتی که آمریکایی‌ها کردن، رئیس جمهور آمریکا کرد، نامه‌ای که به ما نوشت، جوابی که ما دادیم، بعد عکس العمل و اقدامی که اونا کردن با مضمون اون نامه‌ها، اینا یه روزی در اختیار افکار عمومی دنیا اون وقتی که لازم باشه قرار خواهد گرفت. خواهم دید که اینا چجوری‌اند، حرفشون چقدر اهمیت دارد، ارزش دارد، وعدشون چقدر ارزش دارد. یکی از کارهای اساسی ما این است که فریب لبخند اینها رو، وعده دروغ اینها رو نخوریم. یکی هم پرهیز از تنبلی و کمکاری. کسالت، کمکاری، تنبلی تباه میکنه یک انسان را، یک خانواده را، یک کشور و یک ملت را. کار باید همه بکنن، کار جهادی. این که ما امسال گفتیم جهاد اقتصادی، یعنی تحرک اقتصادی باید جهادگونه باشد. خب این راجع به مسائل انقلاب حرف زیاده، وقت کمه، به اون مسائل بعدی هم باید برسن. اما مسائل منطقه و جهان، ملت‌های منطقه در
به زیر کشیدن چهار طاغوت در این یک سالی که بین دهه فجر گذشته و امسال هست موفق شدن. چهار طاغوت رو به زیر کشیدن، این خیلی مهمه. یکی از این طاغوت ها رو برای اینکه یک ملتی به زیر بکشه تلاش های زیادی لازمه. در این سالی که فاصله بین اون دهه فجر و این دهه فجر، چهار طاغوت خطرناک خبیث این منطقه به زیر کشیده شدن، این خیلی حادثه مهمی است. یک حادثه مهم دیگر این است که در تونس و مصر مردم رأی به اسلام دادند. رأی به اسلام در مصر حدود 75% مردم رفتن پای صندوق‌های رأی و به گروه‌های اسلامی رأی دادند. در تونس هم شبیه همین. اینا خیلی مهمه. این معناش این است که همه تلاش اسلام حراسی که از لج جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی و هالیوود و غیره و غیره در این سال‌ها انجام دادن برای اینکه اسلام حراسی کنن و حکومت اسلامی حراسی بکنن، همه نقشه بر آب شده است. مردم طرفدار اسلامن. یکی از آثار این حرکت ها، یک اثر دیگر، ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی است که اینم خیلی مهمه، چون رژیم صهیونیستی حقیقتاً غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد. دچار ضعف و انزوای بیشتر از همیشه شد. جوانان فلسطینی نشاط پیدا کردن، امید پیدا کردن به مبارزات خودشون و آینده خودشون امیدوار شدن. ملت ها امیدوار شدن. البته در بین این ملت ها ملت بحرین از همه مظلوم ترند، چون مورد سکوت و بایکوت همه رسانه‌های دنیا قرار دارن متاسفانه، در حالی که درخواست اونهای درخواستی است که در هیچ منطق انسانی و جهانی این درخواست مردود نیست، بلکه درخواست به حقی است. لکن مظلوم واقع شدن. به کلی اینها رو از دائره تبلیغ و ترویج خارج کردن، بلکه علیه اونها مرتبا تبلیغ میکنن. البته اثر هم ندارد. اون ملت هم به توفیق الهی پیروز خواهد شد. اینجا به این مناسبت این جمله را عرض بکنم. حکام بحرین ادعا کردند که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا و
بعد از اینم هر جا هر ملتی